فراخوان مریم رجوی به همبستگی ملی در برابر سیل ویرانگر و سیلاب شوم ولایت فقیه. شمار قربانیان سیل به بیش از 200 تن میرسد، اما رژیم آخوندی در وحشت از خشم مردم آمار واقعی را پنهان میکند. اعتراض سیل زدگان به آخوند شیاد روحانی در استان گلستان. فراخوان مریم رجوی به همبستگی ملی در برابر سیل ویرانگر و سیلاب شوم ولایت فقیه. هموطنان رنج کشیده در سراسر کشور، مادران، پدران، دختران و پسران عزیزم که به خاطر فجایع قابل اجتناب سیل در شهرهای ایران از خشم و تأثر به خود میپیچید. برافروختگی شما علیه رژیم ولایت فقیه یعنی مسبب این همه ویرانی و مرگ و ماتم، تمام رژیم را به وحشت انداخته. حق با شماست که در این سیلاب ها پایان کار آخوندها رو میبینید. حق با شماست که در این سیلاب ها سرریز شدن فساد و جنایت آخوندها رو میبینید. عموم هموطنان رو در مناطق سیل زده و در نقاطی که در معرض خطر هستند به همیاری فرا می‌خوانم. تنها راه و بهترین راه این است که خودمان به کمک هم برخیزیم. هیچ کس و هیچ نیروی نقدتر و مؤثرتر از نیروی همبستگی مردم ما نیست. از همه به خصوص از شما جوانان می‌خواهم با تشکیل شوراهای مردمی در هر شهر و محله و روستا با سیل و عوارض مصیبت بار آن مقابله کنید. از شما جوانان آزاده و کانونهای شورشی و شوراهای مقاومت میخواهم که هیچ فرصتی رو برای کمک به خانواده های سیل زده از دست ندهید. از شما میخواهم به کمک مردم برای سازمان دادن شوراهای مردمی برخیزید. این تنها راه غلبه بر عوارض این سیل ویرانگر است. با تسلیت مجدد و همدردی صمیمانه با هموطنان عزیزم در سراسر ایران. شمار قربانیان سیل به بیش از 200 تن میرسد، اما رژیم آخوندی در وحشت از خشم مردم آمار واقعی را پنهان میکند. تعداد قابل توجهی در شهرهای مختلف مفقود شدند و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. به گفته شاهدان، اجساد قربانیان در میان گلولای باقی مانده و رژیم برای پیدا کردن آنها هیچ اقدامی به عمل نمی آورد. سیل زدگان خشمگین استان گلستان و آخوند روحانی که به این استان سفر کرده است اعتراض کردند و رژیم آخوندی را عامل و مسبب این فاجعه ملی دانستند. بارش سنگین باران و برف در روز چهارشنبه در مناطق مختلف کشور ادامه داشت. در اکثر نقاط مردم سیل زده با همیاری یکدیگر و در نبود ارگان‌های حکومتی اقدام به حل مشکلات ناشی از سیل کردند. مردم شیراز خود رأساً دست به کار لایروبی کوچه و خیابان‌ها شدند. آنها کمک کردند تا ماشین‌های آسیب دیده و باژگون شده را از مسیر طولانی جمع‌آوری و در مکان‌های مناسب قرار دهند. امروز هفته 1/98 وضعیت کارونم اینه. در اهواز بر اثر بارش سنگین پارک ساحلی این شهر زیر آب رفت. در پل دختر سیل پس از زیر آب مردن محور مواصلاتی پل دختر به خرم‌آباد شهرستان پل دختر را فرا گرفت. در یاسوج سیل شدید یک نفر را با خود برد. در دهدشت جاده دهدشت به یاسوج بر اثر سیل تخریب و مسدود گردید. در سر پل ذهاب، کانکت‌ها و چادرهای زلزله‌زدگان بی‌پناه گرفتار سیل شد. در شیروان، باران‌های شدید منجر به راه افتادن سیل در خیابان‌ها شد.
در لردگان بر اثر وقوع سیل 300 رأس دام تلف شد، 5 مزرعه پرورش ماهی تخریب شد و بسیاری از خانه‌های روستایی در این منطقه ویران گردید. سناتور رابرت منندز، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، طی سخنانی در اجلاس آیپک در آمریکا گفت: در سوریه حمایت رژیم ایران از دیکتاتور بی‌رحم بشار اسد به آنها دسترسی نزدیکی به مرز اسرائیل داده است. رژیم ایران برای ساختن یک پل زمینی از تهران به مدیترانه تلاش می‌کند. وی افزود: دست داشتن روسیه در جنگ سوریه به رژیم ایران این فضا را داده است که دخالت نظامی خود را در سوریه گسترش دهد. به همین ترتیب ما دولت را تشویق می‌کنیم که فشار به رژیم ایران را افزایش دهد.